سلام دوستان، روز همگیتون بخیر. دوباره اومدیم رو سایت کد ورز و میخواییم در یکی دیگه از چالش های برنامه نویسی این سایت شرکت کنیم. همونطور که قبلا گفتم، بعد از آموزش اصول مقدماتی زبان های برنامه نویسی که شامل ساختارهای کنترلی، حلقه های تکرار و توابع و مقدمه ای از ساختارهای داده ای مثل لیست ها، تابل ها و دیکشنری ها خواهد بود، خیلی خوبه که بیایم و در این سایت ها به صورت گیم، یعنی بازی کردن و رقابت با بقیه برنامه نویسان، یک سری از چالش های برنامه نویسی یا یک سری از مسائل برنامه نویسی رو حل کنیم یا در موردش فکر کنیم. خب پس برگردیم سراغ سایتمون. جلسه قبل در ویدیوی آموزشی قبلی در مورد روش ثبت نام در این سایت ما توضیح دادیم که چطوری میتونید بیایید ثبت نام کنید. بعد الان من وارد بخش مبارزات شدم یا همون کاتاها. در قسمت کاتاها من اومدم از ایزیست سورت کردم این آسونها رو، بعد لنگویجی که دارم لنگویج پایتونه و بعد میگم خب کدوم ها رو اونایی که اپروف شدن رو برای من نشون بده. من میتونستم اینجا به جای ایزیست بیایم بنویسیم جدیدترین چالش ها، یا بنویسیم مثلا سختترین اینها، معروفترین اینها، یا هر کدوم رو که انتخاب کنید. بعد مثلا میبینید که دیفیکلتی رو دارید، سخت، ضریب سختی رو دارید که مثلا چقدر باشه. الان مثلا بیایم پایین تر، مثلا یکی از این کارا، این چالش ها رو انتخاب کنیم که مثلا اینجا اگه دقت کنید نوشته remove first and last character part 2. یعنی چی؟ یعنی خب اینجا مگه بیایید میبینید 86% افرادی که در این مثلا چالش شرکت کردند از این راضی بودند. خب اجازه بدید خود چالش رو بخونیم چیه. میگه که شما یک لیست سکوئنسی از کاراکترها رو دارید که به وسیله یک کاما از هم جدا شدن. یک فانکشن بنویسید که یک استرینگ دیگر رو برای ما بده که شامل چی خواهد بود؟ همون سکونس کاراکترها، یعنی همون استرینگ، اکسپت به غیر از فرست اند لاست وان، اون کاراکتر اول و اون کاراکتر آخر اون استرینگ رو حذف کنه. خب بعد میگه separated by spaces، یعنی به وسیله اسپیس ها از هم جدا بشن. If input string is empty or removal of first and last item would cause the string to be empty. میگه اگه کاراکتر این رشته من خالی بود، یا حذف کردن اولین و آخرین کاراکتر باعث شد که این کلن خالی بشه، return a null value، شما یک مقدار خالی رو برای من برگردونید. خب پس به نظر حالا کارتای مناسبی میاد، چالش مناسبی میاد. بعد میگه بیا زبانت رو انتخاب کن، از کدوم یکی از این زبانها میخوای استفاده کنی. من پایتون رو انتخاب میکنم. خب بعد بیایم اینجا، این قسمت رو اجازه بدید من پاک کنم کلن، چون این اصلا یه چیز دیگه است. خب ببینید اینجا یک فانکشنی داده به نام ریموو کاراکتر، بعد به عنوان پارامتر یک استرینگی به نام اس هم اینجا داده، بعد برای من سمپل تست ها رو داده که سمپل تست های من به چه شکلی هست. ببینید داده هایی که میده این داده ها خواهند بود. ببین این داده رو میده، میگه بایستی این رو در عنوان خروجی به من تولید کنه، یعنی ببینید این ای رو حذف کنه و این تی رو حذف کنه. میگه اگه اوکی رو دادم، یعنی دوتا کاراکتر دادم، بایستی این خالیه رو برگردونه. اگه اینجا من این عبارت رو دادم، او اول رو حذف کنه، ببینید دوتا او اینجاست. خب بعد مثلا این کاراکتر آخر رو هم حذف کنه، این اس آخر رو هم حذف کنه. یعنی اینا تست هایی هستن که بر روی این تابع من قرار این انجام بده. پس خیلی خوبه که اول من تست ها رو ببینم که به چه شکلیه. خب الان بیام سراغ کدی که میخوام بنویسم، سلوشنی که میخوایم اینجا بنویسیم. پس ببینید اول بایستی من چه کاری انجام بدم. اول بیایم اون شرط رو حل کنیم که میگه اگه این کمتر از چی باشه، تعداد کاراکترهای شما کمتر از 3 باشه در واقع، من بایستی نال رو برگردونم. پس من مینویسم اجازه بدید اول اینو تبدیل کنم به یک لیست، پس ls مساوی لیست
مثلا چی؟ ال اس مساوی لیست این کاراکتری که اینجا وارد شده اس. خب بعد پس ال اس مساوی این، حالا در مرحله بعدی بیام چیکار کنم؟ بنویسم if l e n l s، یعنی تعداد کاراکترهایی که در درون این s l s قرار داره در تعداد عناصر این لیست من کوچکتر مساوی دو باشه، return کن این رو، خالی رو، نال رو اینطوری من ریترن کنم. خب بعد بیام بنویسم از دو نقطه پس، فعلا چیزی نمی‌نویسم توی از. خب بیام این پایین یک لحظه، بیایم اینجا در این قسمت پایین ما گزینه تست رو داریم که درسته، پس اینجا تست رو میزنم. خب اینجا یک سری نتایجی برای من نشون میده. ببینید یکی از تست ها پس شده، 5 تا از این تست ها فیل شدن، 5 تا از این تست ها فیل شدن. چرا 5 تا از این تست ها فیل شدن؟ 5 تا مال کدوم ها بودن؟ 5 تا مال اون کاراکترهایی بودن که طولشون خیلی بیشتر بود. اما کدوم تست پس شده؟ اگه من بیام اینجا، این جایی که این اوکی رو داده، تعداد کاراکترها چون کوچکتر مساوی 2 شده، این تست من پس شده، بقیه تست ها رو من فیل کردم، بقیه تست ها رو من فیل شدم. حالا بیایم این بالا دوباره بریم سراغ بقیه کد. حالا میتونید این قسمت رو کلیک کنید و کد ها رو به صورت کامل تر ببینید. حالا من در قسمت else بایستی چیکار کنم؟ این لیستم رو عناصر اول و آخرش رو حذف کنم. چطوری این کار رو انجام میدادیم؟ ببینید دوستان، مثلا این قسمت رو برای چی توضیح دادم؟ اجازه بدید اینو توضیح بدم. اگه اومدید و متوجه نشدید که مثلا صورت مسئله به چه شکلیه، میتونید همون صورت مسئله رو در همین گوگل ترنسلیت کپی و پیست کنید و متوجه بشید که منظور چیه. خب پس میخواستم ترنسلیت رو اینجا براتون توضیح بدم. پس بیایم اینجا بریم سیم پایتون remove from list. خب اگه ذهنمون نیست، خب بیایم اینجا. بعد مثلا اگه اینجا رو نگاه کنید، میبینید که ما اگه خود داده رو داده داشته باشیم، میتونیم بنویسیم dot remove، خود داده رو اینجا بنویسیم. بعد اگه من با ایندکس بخوام ریموف کنم، یعنی شماره خونه رو داشته باشم، میتونم به سادگی بنویسم نام لیست dot pop، نام لیست dot pop بنویسم. خب خیلی ساده میتونم این کار رو انجام بدم. پس میام اینجا در این قسمت که قرار کد بنویسم، اینطوری بنویسم، پس این پس رو پاک کنم، بنویسم ls dot خب pop. اول کدوم خونه پاپ بشه؟ اون آخری len ls منهای 1. خب LEN میدونید دیگه از خونه شماره 1 شروع میکنه، من در واقع لیستم از خونه شماره 0 شروع میشه، پس اون آخریه چیه؟ پس اون آخریه خونه LEN LS منهای 1ه، درسته؟ بعد می‌نویسم LS.POP 0. 0 رو هم از این حذف کن. خب حالا در مرحله بعدی، حالا در مرحله بعدی من بایستی بیام چیکار کنم؟ من بایستی بیام این لیستم رو دوباره تبدیل به استرینگ کنم. خب پس اینجا می نویسم نیو اس مساوی خب str، یعنی این یک استرینگه. بعد یه حلقه فور بنویسم این ls نیو اس مساوی نیو اس به اضافه ایکس. خب یه روش بسیار بسیار ساده و ابتدایی برای چی؟ برای این به هم پیوستن این لیستا. بعد اینجا بنویسم ریترن کن نیو اس رو، ریترن کن نیو اس رو، یعنی این چیزی که من
نوشتم. پس انتظار دارم اگه این درست کار کنه و تست هام رو ببینم، این مثلا این قسمت ببینید، این ای رو از اینجا حذف کنه، تی رو از اینجا حذف کنه، به این شکل. خب یه لحظه من تست رو انتخاب کنم، تست رو بزنم ببینم الان تست من درست کار میکنه یا نه. میبینید تمامی تست های من پاس شد و فیلد من هم صرف شدند. یعنی چی؟ یعنی من تونستم با این کد نویسی، حالا بگم بسیار بسیار مبتدی، اون نیازمندی های مسئله رو برطرف کنم. پس اومدم خونه آخر رو حذف کردم، بعد خونه اول رو حذف کردم و با استفاده از یک حلقه فوین که میتونستیم از جوین هم استفاده کنیم که خیلی ساده تر بشه، نیازی به نوشتن یک حلقه فور اینجا نباشه، و این رو هم ریترن کردم. همونطوری که قبلا یاد گرفتیم، بعد از اینکه اینا رو تست کردیم میتونیم اتم رو هم بزنیم و امتیازمون رو اینجا بگیریم. ببینید الان این سابمیت، بله و تمام. خب این هم یک مثال دیگه بود. حالا ما میتونیم بیایم در این قسمت، میخواستم این قسمت رو هم براتون توضیح بدم، اجازه بدید یک لحظه اینا رو حذف کنیم. خب ما میتونیم بیایم سولوشنز ها رو هم ببینیم اینجا. خب یه لحظه این قسمت حذف بشه، این ضرب در این بالا بود. پس ما میتونیم بیایم و سولوشن های بقیه رو هم ببینیم که بقیه چه راه حل های قشنگ تری ارائه کردند. خب بعد مثلا ببینید اینجا به جای تعداد کدهای بسیار زیاد که من نوشتم، این دوستمون، این برنامه نویسه اومده این کار رو انجام داده، همون ایف رو بررسی کرده. ببینید خیلی ساده در یک سطر این رو نوشته، بعد این رو نوشته. ولی فکر کنم این آخه برای اون، آره دیگه، برای خونه های چیز جواب نمیده دیگه اگه کمتر از دو باشه. بس راه حل هایی هستن که بقیه هم نوشتن و شما میتونید اینها رو هم ببینید. خب مثلا ببینید چقدر این دوستمون کد های اضافه تری نوشته، if else مثلا چی. خب پس راه حل های دیگه رو هم ببینید و اینها رو با راه حل های خودتون مقایسه کنید و یک راه حل بهتری یاد بگیرید.